سلام گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران. منصور صفوان هستم، مثل هر هفته در این روز و در این ساعت نظارگر برنامه یه تاک شو هستید از شبکه خانوادگی تلویزیون ایران. اگر شما بیننده جدید هستید، باید عرض کنم که چند هفته قبل من یک گفتگویی داشتم با خانم فریبا فروهر. در صحبت‌های مختلفی که با هم داشتیم، یک موزیک ویدیویی پخش کردیم که حکایت از این داشت که خانم لیلا فروهر با دو جوان هنرمند در یک مسابقه The Voice of Persia برنامه داشتم، آقای فرنام و خانم پگاه. پگاه عزیز در استرالیا هستند، در شهر سیدنی، و فرنام هم در سندیاگو در کالیفرنیای جنوبی. بعد از هر دوشون خواهش کردن که خیلی خوشحال میشم که مهمان برنامه باشم. خوشحالم به آگاهیتون برسانم که امروز ما یک سفری داریم به استرالیا و هواپیمای ما تا چند لحظه دیگر در فرودگاه سیدنی میشینه، و در اون رابطه ما یه سلامی داریم به خانم پگاه پنا در شهر سیدنی. خانم سلام. سلام خدمت شما آقای منصور و همه بینندگان عزیزتون. خیلی خیلی ممنون از دعوت گرمتون و خیلی خوشحالم که توی برنامه هستم. بسیار ممنونم. ما اینجا ساعتمون خانم 4:18 به وقت کالیفرنیاست. شما اونجا در شهر سیدنی چه ساعت؟ میدونم که روز پنجشنبه تونه، چه ساعتیه؟ اینجا الان دقیق بخوام بهتون بگم ساعت 9:30 صبح، و من معمولا این ساعت ها دیگه کامپیوترم رو روشن کردم و پای کارم، ولی امروز تو به عشق برنامه و اینکه با بیننده های شما باشم کارو تعطیل کردم و اینجا در خدمت شما هستم. ای داد بیداد، یعنی ما به شما ضرر و زیان مالی رسوندیم. عزیزم، نه خیلی هم عالی، باعث افتخار من بود که خدمت شما باشم. مرسی پگاه جان، به هر حال خیلی ممنونم. پس پگاه خانوم، پس شما در منزل فعالیت میکنید؟ پگاه خانوم فعالیت شما میتونه در مورد هفته آفیس کار میکنم، ولی بقیهش رو از خونه کار میکنم دیگه. بعد از این جریان کووید اینجا مخصوصا، حالا نمیدونم جای دیگه دنیا، خیلی دیگه همه شرکت ها رفتن سمت اینکه از خونه کار بکنن. منم هفته 2 روز از آفیس فقط هستم. خیلی ممنونم. میتونید در مورد تحصیلات خودتون و کار خودتون توضیح بدین پگاه عزیز؟ حتما با کمال میل. من تحصیلاتم لیسانس معماری و فوق لیسانس مدیریت پروژه هستید، و کارم هم طبعا در همون راستا هستش. پروژه های معماری رو، بیزنس خودم رو دارم و پروژه های معماری میگیرم، و خونه بیشترم کاری بیزنس ها خونه انجام میدم. خونه های قدیم رو یه ذره دیزاین عوض میکنیم و میگیم برای شهرداری، و بعد تاییدیه میگیره و دیگه ساختنش میشه. بسیار عالی خانم مهندس. بگا جان، به خاطر اینکه همون آغاز برنامه هم اشاره کردم که احتمالاً بینندگان عزیز در اون شو ویدیویی که با خانم لیلا فروهر اجرا کردید و ندیدن، و شما در یک به اصطلاح مسابقه حضور داشتید، اجازه بدید که بریم این شمیم رو نگاه بکنیم، بعد صحبتمون رو با شما دنبال خواهیم کرد. عزیزان ما حتما منم تجربه خاطره میکنم. خواهش.
عجب اجرایی، عجب اجرایی، به به. از اینکه این ویدیو رو پگاه جان فرستادن از NBC پرژیام تشکر میکنیم، خیلی هم ممنون. و خب حالا بپردازیم به سوال جوابایی که با هم خواهیم داشت. پگاه جان خودت تعریف کن، چه مدتی در ایران زندگی کردی، چه مدتی مهاجرت کردی، آیا سیدنی در کشور استرالیا اولین محل اقامت شماست؟ خیلی خوشحال میشم توضیح بدی، بعد بپردازیم به سوالای دیگر. حتما. من داستان مهاجرت ما برمیگرده به 11 سالگی من و تقریبا سال 2006 بود که پدر پس به مهاجرت کردن و مثل همه خانواده های ایرانی برای زندگی بهتر، برای آزادی بیشتر این مهاجرت رو مادر من دارن و اومدیم استرالیا. و من خودم توی ایران خب کلاس های سولفژم رو میرفتم، کلاس گیتار رو میرفتم و خب اون موقع سنم کمتر و خیلی فعالیت به قولی جدیه، خیلی پروفشنال طبیعتا نمیتونستم داشته باشم، علاوه بر اینکه خب من دختر بودم و صدای زن متاسفانه غیر قانونیه اونجا. و ولی من این شانس رو داشتم که تو همون سن کم و با همون تجربه کم بکاپ وکالیست، یعنی صدای پشت استادم باشم که آلبومش رو داشت جمع کرد، تو دو سه تا از آهنگاش من تجربه رفتم استودیو و تجربه استودیویی داشتم و واسهش بکاپ وکال خوندم و خب خیلی بامزه بود، خیلی تجربه جالبی بود و اون تقریبا تمام تجربه من از اجرا، به غیر از البته حالا اجرای خانوادگی و واسه عمه خاله اینا، این تمام تجربه من توی ایران بود. بعد از اینکه ما مهاجرت کردیم سیدنی و استرالیا، خب اینجا تقریبا یه سال اول خیلی نمیشناختم، نمیدونستم کجا میتونم اجرا کنم، با کیا میتونم آشنا بشم، ولی خب به مرور از جمع‌های کوچیک ایرانی مثل شبای شعر ایرانی و مدرسه که می‌رفتم، گروه موسیقی مدرسه‌ام، هر جا که می‌دونستم شانس اینو دارم شاید بتونم روی استیج برم و بخونم واقعا می‌رفتم. واقعیتش حتی یادم همون ساله اول شبای شعر ایرانی رو که می‌رفتیم، همه خانم‌ها و آقایون از من خیلی بزرگتر بودن، سنای مثلا خیلی بالاتر داشتن و خب چندین و چند سالم بود توی استرالیا زندگی میکردم و من خیلی دختر کوچولوی 12-13 ساله تازه از ایران اومده، خیلی همه چی لهجهش، همه چی فارسی، همه چی ایرانیه، خیلی برای همه جالب بود و خیلی عشق و انرژی که به من میدادن این شبایی که من اجرا داشتم هنوز یادم هستش. و دیگه از همه کوچیک شروع شد و آروم آروم هی آدم های مختلفی که توی اون جمع می اومدن گوش به گوش صدا همجور که پیچید، دیگه من آروم آروم رفتم با بندهای بزرگتر. اینجا با داوود اردلان آشنا شدم سال 2010 اگر اشتباه نکنم، با داوود اردلان یه بند ساختیم به اسم فارسیز و عالی بود که فیوژن کار میکرد، مثل تلفیقی کار میکردیم. و دیگه چندین سال مشغول اجرای مدلی بودیم تا اینکه من از یه جای دیگه تصمیم گرفتم که پگا بلغلی یا رومیه رومیه زنگی زنگ، اگر که واقعا عشق واقعا داری انجامش بودی جدی شروعش بکن انجامش بده. و واقعیت آقای منصور چیزی که منو همیشه دو دل نگه می‌داشت و یه جورایی اذیتم می‌کرد، عشقی بود که به ایران داشتم و ترسی بود که می‌ترسیدم از اینکه نتونم ایران برم. پگاه جان من عرض کنم حضورتون، میخوام این سوال رو مطرح کنم که شما آیا در همون دورانی که گفتین سن 11-12 سالگی مهاجرت کردین همراه خانواده گرامیتون به استرالیا،
و اشاره کردین که در جوامع مختلفی با همون سن در 12 سالگیتون فعالیت هایی داشتید، آیا هم اشاره کردید که با چند سازم آشنایی دارید، آیا پیش استاد به خصوصی شما رفتید یا اینکه نه این تعلیم صدا رو خود ساخته در اثر تمرین های مداوم به این صورت الان به عنوان یکی از خوانندگان حرفه‌ای روی استیج هستین شما؟ ممنونم شما، لطف دارید. نه، من ایران زیر نظر استاد بودم، آقای شجاعی، بهراد شجاعی. من سولفژو با ایشون کار کردم و صداسازی رو با ایشون کار کردم حدود 2 سال، یعنی از 9 سالگی تا 11 سالگی، و بعد از اون حدود 1 سال به من پیشنهاد دادن که خوبه که یه ساز هم یاد بگیری. من گیتار رو انتخاب کردم و حدود 1 سال هم همراه آواز گیتار رو به هم یاد دادن و دیگه تایم شد که ما با هم میومدیم استرالیا و اونجا استاپ شد. ولی خب از سالی که اومدم استرالیا تا همین امروزی که با شما دارم صحبت میکنم، من مدام زیر نظر وکال کوچ بودم و همیشه در حال یاد گرفتن تکنیک‌های جدید هستم برای تنظیم. بسیار عالی، بسیار عالی. آقای اردلان ما یه مدتی در همین لس آنجلس زندگی میکنن، درست میگن؟ درسته، بله. ایشون با یکی دو تا خواننده دیگه هم اگر شما کرده باشه همکاری داشتن. الان هم در سیدنی هستن آقای اردلان؟ بله، بله، سیدنی هستن. خب یکم کمکارتر شدن به خاطر حالا هم مشغولیت های زندگی و چیزهای دیگه، ولی بله ایشون یکی از مطرح‌ترین آهنگسازها هستن. بله. با آقای کردن، با آقای مونیکا کردن. عرض کنم حضورتون، در چه سالی بود یا در واقع بخوام بگم در چه سنی بودش که شما با داوود اردلان به صورت یک اشاره کردید که یک گروهی رو تشکیل دادین؟ چند سال بود؟ من فکر کنم که 17 یا 18 سالم بود که با ایشون گروه فارسیز رو شروع کردیم. یعنی ایشون که خب گروه فارسیز رو داشتن، در اصل من به اون جمع دست شدم، جوین شدم. من از این تجربه سالگی با فارسیز شروع کردم تا فکر میکنم 22 سالگی. بسیار خب، حالا در اینجا خانواده با شما چه ارتباطی داشتن؟ مشوقتون بودن نه نخون، برو دکتر شو، مهندس شو، پزشک شو؟ نه واقعا واکنشی شما که وارد دنیای هنر شدین، اعضای خانواده چه واکنشی با شما داشتن؟ من خیلی خدا شکر میکنم که واقعا همیشه حمایتگر بودن. در خلاصه یه جمله بتونم بگم، اولین کسی که اصلا شاید متوجه شد که من شاید صدای خوبی دارم، شاید جوست میخونم، شاید خوب حفظ میکنم، خب مادرم بود. و حالا همجور که توی برنامه دیگه اشاره کردم، حالا خودش جوری که تعریف میکنه اینجوریه که مثلا من میشنیدم تو واسه عروسکاتو میشوندی و واسه شون شعر میخوندی یا هنگ میخوندی و من میفهمیدم که تو خیلی دوست داری و توی حسی میری وقتی که مثلا داری واسه شون میخونی و خیلی شعرها رو زود حفظ میکنی. و سر این موضوع مثلا دیگه تا حالا سنی که من یکم بیشتر عقلم برسه به حالا یادگیری و اینها، دیگه از همون 8-9 سالگی منو گذاشت کلاس سولفژ. و سیدنی اینجا هم که اومدیم که خب واقعا تا همین امروز که من هر برنامه‌ای داشتم همیشه ردیف اول بودم و همیشه بازوق‌ترین ها بودن. واقعا عشقی که توی صورتشون و چشماشون هستش موقعی که من دارم اجرا میکنم واقعا با هیچی تو دنیا عوض نمیکنم. زنده باشی. چند تا خواهر برادر این پگو جان؟ من یه برادر به سال کوچیکتر ولی به قیافه بزرگتر دارم. من بردم پویا، 5 سال از من کوچیکتره ولی ماشاءالله از من خیلی بزرگتر به نظر میاد. پویا جالبه که بدونین تمام آهنگسازی ها و کارهای بک اند من همه چیز گردن پویا هستش. واقعا
میتونم بگم نمبر وان سپورتر من بوده توی همه این سالها. و خیلی جالبه توی برنامه دووس که بودیم وقتی فریبا جون و لیلا جون رو میدیدم، یه یادی هم بکنیم ازشون، میدیدم خیلی واسم جالب بود. به خود لیلا جون هم گفتم خیلی خیلی جالبه که این رابطه، مثلا که فریبا جون خب منیج میکنن لیلا جون و برنامه هاشون، برای من خیلی جالب بود برای که خودم همین حس رو دارم و پویا واقعا همه جوره همیشه سپورت کرده من. البته منیج منو نمیکنه ولی کار آهنگسازی و ایده پردازی و کار جدید رو خیلی همیشه بسیار خیلی. پگاه عزیز فامیلتون پناهه نه؟ پگاه پناه؟ بله پگاه پناه. پگاه جان اولین موزیک ویدیو تو که به صورت حرفه ارائه دادی اسمش چی بود؟ و چه هست؟ اول موزیک ویدیو من اسمش جادو هستش. دقیقا همون سالی بود که من 27 سالگی این کار رو دادم بیرون و دقیقا همون سالی بود که با خودم تصمیم گرفتم که یه تصمیم جدی باید بگیری برای این دریان و همون سال من موزیک ویدیو جادو رو دادم بیرون. دقیقا بکنم یک کوچولو قبل از کووید بود چون چند ماه بعدش بود کووید. بله موزیک ویدیو جادو رو ما کار کردیم و شعر بسیار زیبای پیام ربیعی، موزیک بسیار زیبای مهدی ابراهیمی و پویا برادرم و تنظیم فوق‌العاده فرخ‌پور حسامی و رضا پورزاده. ویدیو رو چه کسی گرفته پگاه جان؟ ویدیو رو مرسی که من بیاد انداختیم. ویدیو رو علی وزیری دوست خیلی عزیزم اینجا توی سیدنی گرفتش. اسما خیلی زیادن من بله ترسم بگم فراموش کنیم. مرسی خیلی خوب خیلی بریم جادو رو نگاه کنیم با صدای پگاه عزیز پگاه پنم ندا جا خواهش بکنم. برگردم یه روز
fired. بعد از احساست به من قلبم و جادو میکنه، گلخونه ی دستای تو دستام و خوشبو میکنه، تو کعبه ی عشق منی، دور تو میگردم هنوز، عشق تو از زیبا هوای حضور ابریست، چشمی از عشق به بازایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی من. بسیار زیبا، بهتون تبریک میگم. اولین موزیک ویدیو بسیار بسیار حرفه‌ای، همه چی حرفه‌ای، ایده‌آل. و اما نخستین باری که به صورت حرفه‌ای رفتی روی استیج کجا بود؟ آیا در همون استرالیا یا سیدنی یا یکی دیگه از کشورها یا جایی به خصوصی که خودت میدونی؟ نه، توی اولین بار خوب میبودش و عید نوروز فکر کنم 83-84 این طورا بود اگر اشتباه نکنم. و یه آقای اینجا عزیزی به من گیتار یاد میدادن، این آقای ایرانی بودن و میمدن خونه ما به من گیتار یاد میدادن و توی یکی از این رفت آمدها به من گفتن که ما یه برنامه نوروزی داریم توی یکی از کلابای ایرانی، دوست داری بیا بخونیم؟ من توی بودم که آره، من عاشق صحنه‌ام، هر شانسی که باشه رو صحنه باشم حتما میام. و دیگه از اونجا مثلا البته توی اون برنامه من دو تا آهنگ هم اجرا کردم و از اونجا دیگه تقریبا از سال بعدش شروع شد که من هر بار دعوت شدم برنامه‌های مختلف و جشن‌های مختلف برای اجرا. بسیار عالی. اولین پولی که گرفتی چقدر بود برای کار حرفه‌ایت؟ اولین خیلی سوال سختیه چون اصلا یادم نمیاد واقعیتش. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فکر میکنم زمانی بود که با گروه فارسیز بودم اولین به قول شما دستمزد خوانندگیم رو گرفتم، ولی واقعیتش شدم نمیاد چه حسی داشتم و چی کار کردم باش. حالا هر موقع واقعیتش، حالا این که بگم پول مهم نیست که واقعا شعاره، چرا تو واقعا خیلی مهمه، ولی واقعیتش من انقدر عاشق صحنه هستم و انقدر واسم اون بخشش عزیز و مهمه، برای همیشه به خاطر همیشه یادم نمونده که چی کار کردم کی بود. ولی میدونم زمانی بود که با گروه فارسیز بودم. بسیار خوب. از ندا عزیز کارگردان فنی برنامه خواهش می‌کنم یک موزیک ویدیو کوتاهی هستش که دوستان پگاه براشون تهیه دیدن، اونو خواهش می‌کنم، مثل که با صدای خانم گوگوشه. ندا چون خواهش می‌کنم. بله حتما جان. بله بفهمید. براو پگاه عزیز، شعر آهنگو میتونم ازت خواهش کنم با تنظیمو برامون بگی از چه کسی بود؟ حتما. اول دوست دارم اینو بهتون بگم آقای منصور که قبل از اینکه بگم این کار زیبا رو کی نوشته، کار زن مرموز رو من فکر کنم دو یا سه سال پیش به دستم رسید
و از همون لحظه‌ای که خوندمش بدون حتی بدون اینکه ملودیش رو هنوز کار کرده باشم، شعر رو که خوندم به دلم نشست. و ما این کارو ملودیش رو گذاشتیم، کاراشو یکم تا یه حدودی کردیم، پویا کارهای تنظیمش رو انجام داد برادرم و یه جورایی رفت توی بایگانی، انگار که یه مسئولیتی داشتم برای این کار که انگار دلم نمیخواست همینجوری فقط کارو بدم بیرون. و تا رسید به زمان جریان زن زندگی آزادی و خدا شده هم که الان که دارم میگم مو به ترم سیخ میشه، پویا برادرم هفته دوم جریانات بود که من خیلی حالم بد بود، وحشتناک حالم بد بود مثل همه ایرانی ها، به من زنزه بود پیگا تو جدیدا زن مرموز رو گوش کردی؟ گفتم که نه. خب ببین گوش کن به من زنگ بزن دوباره. و من وقتی که گوشش کردم اصلا مونده بودم که چطوری اینقدر مال حال و هوای اون جریان بود و چطوری این کار رو من دو سال قبل به دستم رسید و چطوری اینقدر برای الان نوشته شده بود. همه اینا به کنار، میخوام بگم که شعر وقتی درست باشه، شاعر وقتی که دغدغه داشته باشه میشه این شاعر. این ترانه البته من اسم کاملش رو نگم به خاطر مسئولیتی که دارم، چون توی ایران هستش، روز هستش، روز عزیزم از آبادان. این شعر رو برای من به من افتخار داد و به من داد که این شعر رو بخونم. و ملودی کار قسمتش خودم و قسمتش علیرضای تورنجی که از دوستانم هستش توی سیدنی و تنظیم‌کارم پویا برادر هست. بسیار زیبا. حالا دیدگاهت چیه نسبت به رویدادی که در سال 1401 تحت عنوان بعد از اتفاقی که برای مهسا پیش آمد و اون 8-9 ماه هنوز هم کم و بیش سایه‌اش هستش رخ داد، دیدگاه چیه؟ ببین در پاریس هم همین چند روز قبل، یعنی به طور کلی در فرانسه، ما شاهد رویدادهای بسیار عجیب غریبی بودیم و من در برنامه مجله تلویزیونی اشاره کردم که الان دیدگاه کشور فرانسه در ارتباط با اون تظاهراتی که شد یک بحث آزادی بود که درسته از آزادی نباید سوء استفاده کرد، ولی در اون طرف با مردم با خشونت رفتار کردن و دیدیم که یه عده‌ای که میگن رقم 500 نفر جان خودشون رو از دست دادن، ولی در پاریس به اون صورت موردی رو ما نمیبینیم، شاهدش هم لاغر تا این لحظه نبودیم. دیدگاهت واقعا نسبت به این رویدادی که در ایران پیش آمد از نظر شما به عنوان یک بانو، یک به عنوان یک زن، به عنوان یک هنرمند چی هستش؟ ببینید دیدگاه من مثل همه ایرانی ها، مثل همه آدم ها در درجه اول آزادی هستش، آزادی بیان، آزادی حجاب یه بخش به نظر من خیلی کوچیکشه، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی این صدا، آزادی هر نوع پوششی. و در یعنی دیدگاه کلی من واقعیتش مثل همه آدم ها آزادی، خواستار آزادی هستم. و ولی در مجموع اگه بخوام بهتون بگم، من هیچ وقت علاقه‌ای به سیاست نداشتم و اصلا دوست نداشتم که حتی واقعیتش بشنوم بحثای سیاسی، بحثای مذهبی رو اصلا دوست نداشتم بشنوم، برای اینکه همیشه به این باور بودم اینا چیزای خیلی پرسونال و خصوصی هستش. ولی واقعا یه جایی توی زندگیم آقای منصور به این رسیدم که همین که ایرانی هستم یعنی سیاسی هم، همین که دغدغه دارم برای ایرانم، برای مردمم، یعنی این که خواه نخواه منم میرم تو دسته سیاسیون، با اینکه نه دانش خاصی راجبش دارم، نه آگاهی بالایی دارم، واقعا ندارم. ولی از یه جایی این جریان مخصوصاً
من انگار که یه چیزی واسه خودم شکست، یه چیزی توی درون خودم انگار در این حال شکست و در این حال زنده شد. ترس بزرگی که من داشتم از اینکه نتونم برم ایران، نتونم ایرانو ببینم، حالا خانواده که عزیزم به کنار، خود ایران، خود اون خطه، اون زمین، اون سرزمین، و این در من واقعا من باش مقابله کردم، یعنی در خودم شکوندم اون عشقو که بتونم به چیز بزرگتری فکر کنم. من قبل از شروع برنامه دویس یه ویدیویی از خودم گرفتم و پخش کردم و اونجا هم گفتم شاید تا اون لحظه، شاید تا لحظه ای که اون اتفاق برای مهسا امین افتاد و مهسا امین نماد هزاران هزار نفری بود که بهشون زور وارد شده بود، تا اون لحظه من ایرانو دوست داشتم و خیلی شاید الان که بهشون بگم خودخواهانه دوست داشتم برم ایران پیش خانوادم باشم و اینها، آسه برم آسه بیام، کسی هم به من کاری پشته باشه. ولی از اون جا به بعد، از اون لحظه به بعد احساس کردم که به یه چیز خیلی فراتر و عشق خیلی بزرگتری رسیدم و گذشتم از حال خراب الان ایران که یه روزی که حالش خیلی خوبه برگردم. پس بنابراین هنوز عاشق ایرانی ما، هنوز شما ایران رو دوست داری. اشاره کردی فعل ماضی رو به کار بردی، گفتی دوست داشتم. من تصورم اینه که الان مثلا دوست نداری، ولی نه، در واقع ما همه ایران رو دوست داریم، همه ما عاشقیم. از زمان خاتمی میگن آقا کسانی که در خارج از کشورن برگردن، کاریشون نداریم، کاریم برمیم، میریم اونجا میگیرن ما رو. ولی به هر حال امیدوارم که یه روزی هممون بریم ایران، هممون با دست پر بریم، واقعا بتونیم هر کدوممون ایران رو بتونیم بسازیم، یعنی به خصوص نسل نوجوان و نسل جوان واقعا باید کشور رو بسازن و به هر حال کسانی که پدرها و پدر بزرگها سبب شدن که یه رویدادی در ایران ما پیش بیاد، یه طوری ما بتونیم این سازندگی رو در انجام بدیم و جبران کنیم. پگاه جان، ما یه تلویزیون مستقل هستیم، یه تلویزیونی هستیم که گردش کار ما بر اساس آگهی‌ها هست و در نتیجه از ندا عزیز خواهش میکنم که یک ویدیویی که بازخوانی یکی از هنرمندان محبوب هستش پخش کنن، بعد ما میرون آگهی‌ها رو نگاه میکنیم، شما به قهوتون برسین و نه شما از اون کسانی هستین که قهوه رو در صبح دوست دارین؟ نه من واقعا نمیتونم روزمو شروع کنم، الان بین موزیکا یه سری دویدم واسه خودم. نه میدونم راحت باشین. خب خانم آقایان، صحبتونو با پگاه عزیز، هنرمند عزیزی که در استرالیا شهر سیدنی هستن و اونجا هم میدونی صبح پنج شنبه هستش الان، صحبتون رو پی میگیریم. البته بعد از این موزیک ویدیو بسیار زیبا و بعد از آگهی ها دوباره برمیگردیم با پگاه، برنامه رو پیش میبریم. همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفا، بس که اسم تو رو تو داره نفس ها، عطر حرفای قشنگت، عطر یک صحرا شقایق، تو همون شرمی که از اون سرخ گونه های عاشق، شعر من رنگ چشات، رنگ پاک بیریایی، بهترین رنگی که دیدم، رنگ زرد کهربایی، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنت تو پر میگیرم از تو.
گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه، به هوای دیدن